دوستان عزیز، اجازه بدید که من درود گرم خودم را عرض کنم. مطمئنم فکر میکنید که در این یک آیپد هست، چون از آخرین تکنولوژی استفاده میکنم، یعنی همون کاغذی که همیشه استفاده میکرد. من اگه اجازه بدید اول با یک معذرت شروع کنم. تقریبا 2 ساعت پیش به اینجا رسیدم و وقتی که شما خواب بودید امروز، یعنی دیشب، من تازه وارد هواپیما شدم و شاید در 48 ساعت گذشته بیش از 3-4 ساعت نخوابیدم. در نتیجه اگر حرفای بی ربط زدم، لطفاً بدونید که به خاطر بیخوابیه، نه تشویش فکر، که اونم میتونه باشه البته. مسئله خیلی وسیع هست و وقت بسیار کم، برای همین سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره خلاصه عرض کنم و قید کنم که آنچه که اینجا معروض میشه نظر شخصی خود بنده هست که کاملا میتونه جایز الخطا باشه، و آنچه که عرض میکنم البته بیشتر الهام گرفته از پیام های بیت العدل اعظم بهایی هست و از رساله سیاسی حضرت عبدالبها، به ویژه یک پیامی که 2 مارس 2013 به دست همه رسید در مورد، شاید بشه گفت، جهانبینی سیاسی از دیدگاه بهایی، که مقدار زیادی از عرض بنده بر مبنا یا الهام گرفته از اون پیام هست. و بالاخره اینکه من امروز بیشتر به عنوان یک اقتصاددان دارم با شما صحبت میکنم، چون به هر حال کمی تدریس میکنم و بیشتر تحصیل میکنم، هر روز چیز جدیدی در دنیای اقتصاد اتفاق میفته که واقعا جای این داره که یاد بگیریم. در نتیجه نگرش من امروز بیشتر نگرش اقتصادی هست. و اما اگه اجازه بدید یه مقدار با تاریخ شروع بکنیم و می‌بینیم که در اواسط قرن 19 در حقیقت در ایران یک نهضتی آغاز شد که از دیدگاه من، اگر از نهضت‌هایی که در اروپا و دوره روشنگری کم و کسر داشت، خیلی خیلی اتفاقا یک گفتمان جدید مدرنیته رو در ایران آغاز کرد، لااقل یکی از آغاز کنندگان این گفتمان بود. در اواسط قرن 19 سید علی محمد باب با 18 طلبه شیخی یک تغییر اساسی و بنیادینی رو در ایران ایجاد کردند که واقعا ساختار اجتماعی اون زمان رو زیر سوال برد، و برخلاف آنچه که گفته شده و آنچه که امروز حتی گفته میشه، این نهضت و به دنبال اون آیین بهایی نه به دنبال قدرت سیاسی بودن، نه دنبال براندازی حکومت بودن، و هدف این دو آیین تقلیب قلوب انسان ها بود و هست، و پایه‌گذاری رشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت مادی ایران، و البته نه فقط برای ایران بلکه برای همه کشورها و ملت ها. اما نکته جالب این است که تقریبا همزمان با این نهضت می‌بینیم که در اروپا، علل خصوص در سال 1844، هم یک نهضت دیگری آغاز شد که با نهضت بابی و بهایی در ایران تفاوت بسیار اساسی داشت. اونم نهضت مارکسیسم، کارل مارکس بود، که در حقیقت تئوری اقتصادی و فلسفی خودش رو در چیزی که به نام یادداشت‌های پاریس بعداً مشهور شد، پایه‌ریزی کرد. و هسته اصلی این نوشته‌ها مسئله از خود بیگانگی یا ایلینیشن انسان بود، که انسان در این قرن مدرن چطور هویت خودش رو از دست داده، از خود بیگانه شده و به یک ماشینی تبدیل شده که هدفش لااقل از دیدگاه اقتصادی تولید و مصرف هست. او در حقیقت ریشه های فلسفه لذت طلبی و فایده گرایی رو که در قرن 18 و 19 شروع شده بود و به سرعت داشت پیش می رفت مورد انتقاد قرار داد. انسانی رو که در اقتصاد بهش بعدن گفتن هومو اکونومیکوس، یعنی انسان اقتصادی، انسان حسابگر، انسانی که پیوسته در پی افزایش لذت هاست
و کم کردن مضرات. و از نه تنها میخواست این انسان اقتصادی لذت خودش رو زیاد بکنه، بلکه هدف زندگیش این بود که این لذات رو به حد اکثر برسونه و مضرات رو به حد اقل برسونه. و مارکس اومد گفت که میخواد این دنیا رو تغییر بده، یا یک چنین هویتی رو از انسان تغییر بده. اون جمله مشهوری داره که میگه فلاسفه تا به حال دنیا را به انهای مختلف تفسیر کردند، ولی مهم این است که دنیا را تغییر دهند. یعنی به عبارت دیگه اومده بود که من، میگفت من برای تغییر دنیا اومدم. اما آیین بهایی هم تفسیر جدیدی از جهان ارائه میده، هم تغییراتی رو پیشنهاد میکنه، اما هدف اصلیش واقعا همونطور که عرض کردم تقلیب دلهای انسان هست و استعلاء مقام انسان، منزلت انسان، انسانی که طلسم اعظم هست و تقویم اقوام هست. که بیشتر صحبت امروز بنده روی این متمرکز خواهد بود. در همون پیامی که بهش اشاره شد، پیام دوم مارس 2013، بیت العظم می نویسن اصل یگانگی نوع بشر که حضرت بهاءالله مقتضیات آن را اعلام فرمودند، فقط خواهان همکاری در بین مردمان و ملت‌ها نیست، بلکه مستلزم نواندیشی کامل، انگلیسی که به کار بردن ریکانسپچوالیزیشن، درباره روابطی است که به اجتماع تداوم می‌بخشد. خب منظور از تقلیب یعنی چی؟ اگر بتونیم این مفهوم رو یک مقدار روشن بکنیم، شاید بهتر بتونیم بحث رو پیش ببریم. تقلیب با تعریفی که بنده از اون در نظر دارم، در حقیقت یک فرایند تاریخی هدفمند هست و یک تغییر آنی و مقطعی به هیچ وجه نیست. شما اصلا یک کودکی رو در نظر بگیرید که داره بالغ میشه. چیزی رو که ما به عنوان بلوغ حس می‌کنیم، در حقیقت گذشتن از چند مرحله، از مرحله کودکی، مرحله طفولیت، نوجوانی، جوانی، همینطور تا به سن ازدواج رسیدن و بالاخره به مراحل کهنسالی. و هر کدوم از این مراحل ویژگی‌های خودشو داره و ما می‌بینیم که برای اینکه یک تغییر اساسی و یا تقلیب ایجاد بشه، ما هر کدوم از این مراحل رو باید بشناسیم که کجا هستیم، در هر مرحله از زندگیمون ببینیم که چه هویتی داریم و بعد ببینیم که خیلی خوب مرحله بعدی چه خواهد بود، یعنی داریم به کجا میریم و به چه صورت داریم به اون هدفی که میخواییم برسیم. یعنی وسیله رسیدن به اون هدف خودش خیلی بسیار مهم هست، که علل خصوص در تعریفی که امروز از سیاست میکنیم میبینیم که متاسفانه به این مسئله روش زیاد توجه نمیشه، یا به عبارت دیگه وسیله به وسیله هدف موجه میشه. یکی از شعارهای سیاسی این است که هدف وسیله رو توجیه میکنه، در حالی که برای تقلیب به خود روش و خود وسیله هم باید توجه بکنیم. و بالاخره لزوم درک این مفهوم که تقلیب و بلوغ به این معناست که وقتی ما از یک مرحله وارد یک مرحله دیگه میشیم، مرحله اول داره از بین میره، یعنی یک گذاری هست از جایی که اون رو از دست میدیم و به جای دیگری میرسیم. شما وقتی دانه‌ای رو میبینید که این داره به یک گلی تبدیل میشه، دیگه اون هویت دانه بودن و هسته بودن رو از دست میده و به یک گلی تبدیل میشه. این در حقیقت یکی از همون مراحل تقلیب هست. خب باز کمی به تاریخ برگردیم ببینیم که واقعیت هایی که الان در اجتماع ما باش مواجه هستیم، این واقعیت ها چطوری شکل میگیرن، یعنی تغییراتی که اتفاق افتاده و تغییراتی که بعد جا افتاده و نهادینه شده، اینها اصلا به چه صورت به وجود میان. شاید دانستن این مسئله به اون رشد و مراحل تقلیبی که عرض کردم کمک بکنه. واقعا نقطه آغازین هر تغییری نحوه تفکر ما هست نسبت به اون چه که داره اتفاق میفته.
شما چند مثال بنده عرض میکنم ببینیم که آیا این به عقل جور در میاد یا نه. شما تصور کنید که باور من این باشه که مثلا زن باید تحت تکفل و تحت حفاظت و حراست آقایون باشه، چون فرض کنید بنده اینطور تصور میکنم که زن از خودش ارائه نداره، ضعیفه و اگر اون رو آزاد بگذاریم خطا میکنه. خب اگر این طرز تفکر من نسبت به یک زن باشه، به نظر شما من با اون زن چطوری رفتار خواهم کرد؟ اگر یک چنین واقعیتی رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم، نتیجهش احتمالاً این خواهد بود که پس زن باید در منزل بشینه، از خودش هیچ ایده‌ای نده و حتی کولر هم روشن نکنه مثلا. حالا علتی که میگم کولر هم روشن نکنه این است که گویا پارسال بود یک فتوایی صادر شد از یکی از علما در یک کشور عربی که گفتن خانم ها وقتی که در خونه تنها هستن نباید کولر روشن کنه. و من که اینو خوندم خیلی کنجکاو شدم، چون به هر حال در گرمای عربستان شما تصور کنید نشستی در منزل، حالا کسی هم نیست، شوهرتون رفته سر کار، کولر هم طبق این فتوا نباید روشن. یک کم که بیشتر این رو خوندم، این مقاله رو توضیح داده که چون وقتی شما در طی روز که کسی خونه نیست کولر رو روشن میکنید، این نشون میده یک کسی اونجا منزل هست و شما تنها نیستید و این میتونه باعث کارهای غیر اخلاقی بشه. واقعا من وقتی این رو سعی کردم در محفظه فکری خودم بگنجونم، با وجودی که احساس خواب‌آلودگی هم میکنم، هنوز نمیتونم این رو توجیه بکنم. ولی از شوخی گذشته، این از کجا سرچشمه میگیره؟ یک چون این طرز تفکری از اونجا سرچشمه میگیره که زن همیشه باید تحت یک حراستی باشه، چه بسا فعالیت‌هاش باید محدود بشه. خب از خانم‌ها بگذاریم. فرض کنید باور من بر این است که هر کسی که رنگ پوستش تیره‌تر باشه، اینها احتمالاً انسان‌های پستری هستن، از خودشون خلاقیت ندارن، فقط به درد این می‌خورن که مثلا سخت کار کنن. حالا اگر که من چنین تصوری داشته باشم در مورد سیاه‌پوستا، این به چه واقعیتی شکل میده؟ به واقعیتی که قرن‌ها سیاه‌پوستا برده بودن، یعنی به یک نهاد اقتصادی به نام بردهداری دامن میزنه و این واقعیت رو به وجود میاره. و مثال‌هایی از این قبیل زیاد هست. چرا راه دور بریم؟ اگر که من تصور بکنم که کسانی که باورهای من رو ندارن، یعنی عین من فکر نمی‌کنن، عین من باور ندارن، اینها کافر هستن، اینها مرتد خواهند بود، اینها محدور و دم خواهند بود و تمام الفاظ دیگری که به کار میره، اون وقت با چه واقعیتی مواجه خواهیم بود؟ با واقعیتی که اون وقت اقلیت‌ها همیشه تحت سلطه اکثریت خواهند بود و متاسفانه با واقعیتی مواجه میشیم که الان در ایران میبینیم و در خیلی از کشورهای دیگه که اقلیت‌های دینی جمعاً تحت فشار و تضییقات هستند. نمونه های خیلی واضحش هم متاسفانه میبینیم که الان در عراق داره اتفاق میفته. در نتیجه وقتی که ما شروع میکنیم به یک نحو خاصی در مورد انسان فکر میکنیم، مطمئن باشیم که این طرز تفکر یک سری واقعیت ها رو دامن خواهد زد. شاید به همین علت بود که دکارت میگفت فکر میکنم پس هستم، یعنی هستی من مدیون تفکری است که من میکنم. اگر من فکرم رو عوض کنم و مثلا اینطور تصور کنم که یک کودک، یک طفل آینه الهی است، مخزنی است از اسرار، پر از ظرفیت ها و شاخص های انسانی است، پر از کرامت انسانی است، اون وقت من با این بچه چه واقعیت رو میتونم بسازم؟ بچه های خلاق، بچه هایی که میتونن از تکنولوژی گرفته تا صنعت و چیزهای مختلف رو پیش ببرن و جمعاً به مفهوم انسانیت یک معنای جدیدی بدن. این مسئله البته علل خصوص در اقتصاد کاربرد داره، به جهت اینکه در اقتصاد، لااقل در اقتصاد بازار آزاد، میبینیم که انسان به عنوان فرمان روای اقتصاد محسوب میشه، یعنی انسان هست که یا مصرف کننده هست که در حقیقت با
ابراز درخواست‌های خودش، نیازهای خودش به بازار حکم میکنه که پس شما برید و برای ما مصرف کننده ها این کالاها رو تولید کنید. و در نتیجه اگر ما آگاه نباشیم به نوع مصرف خودمون، این میتونه باز دامن بزنه به واقعیت‌های دیگری که از منابع طبیعی انسان به صورت افراطی استفاده میشه و وقت با این محدودیت‌های مواجه میشیم که الان باش مواجه هستیم. برای الان زیاد نمیخوام وارد اون مسئله بشم. اما نه تنها باورها علت اولیه ایجاد واقعیت‌ها هستند، بلکه هرچی این باورها قوی تر میشن و فراگیرتر میشن، اون واقعیت هم قوی تر و فراگیرتر میشن. یعنی یک زمانی بود که همه فکر میکردن که زمین صاف هست، یعنی واقعیتی شکل گرفته بود. منتها این انقدر در طی قرون و عصار این واقعیت پافش که خیلی همگیر و همه جا می‌دیدیم که یک چون این طرز تفکری وجود داره، دیگه یک چیز بدیهی شده بود. یعنی تفکری که به طور مستمر ادامه داشته باشه باعث یک سری بدیهیات میشه. در مثال‌های کرونی هم میگیم یک دروغی رو اگر شما تکرار بکنید یک دفعه شاید به واقعیت تبدیل بشه. حالا یکی از این واقعیت‌هایی که ما در دنیای اقتصاد و در دنیای سیاست باش مواجه هستیم فرضیه است که میگه انسان جمعاً یک موجود خودمحور هست. حالا نمیخوام بگم خودخواه خودپسند، چون اون هم البته گفتن سلفیش، ولی در اقتصاد میگن که انگیزه رفتار انسان در حقیقت انگیزه منافع شخصی خودش هست، سلف اینترست. اگر انسان کاری میکنه این فقط برای این است که به منافع خودش بیشتر دامن بزنه و این در حقیقت یک فرضی است که الان در دنیای اقتصاد به طور بدیهی مورد قبول هست و تمام فرضیه‌های اقتصادی، حالا شاید بشه گفت 90% فرضیه‌های اقتصادی بر مبنای این فرضیه ساخته شده. و اتفاقا فرضیه‌های مارکسیستی هم به همین نحوی تصویری که از انسان داره این است که انسان بله منافع شخصی خودش هست که انگیزه فعالیت و انگیزه کنش رو به اون میده. و منتها از دیدگاه مارکسیستی در حقیقت تاریخ و هستی یک صحنه است، یک صحنه جدال و کشمکشی است بین این منافع افراد مختلف که هر کسی منفعت خودش رو میخواد و این علل خصوص این منافع در طبقات مختلف وجود داره که هر کدومشون میخوان به یک قدرتی برسن و در نتیجه از دیدگاه مارکسیستی دنیا همیشه در پی جدال و در پی کشمکش است. و البته در مقابل این ما فلسفه لذت طلبی رو داریم، یوتیلیتریانیسم، که میگه که انسان موجودی است رقابتجو و همونطور که عرض کردم هدفش هم این است که رفع نیازهای مادی خودش رو بکنه و به حد اکثر لذت برسه. در مقابل این جهانبینی بهایی میگه که انسان یک هویتی داره که این هویت مشتمل از سه بعد مادی و اجتماعی و روحانی یا معنوی و انسان موجودی است ارزش‌زا و ارزش‌گذار. یعنی انسان هست که ارزش‌ها رو مشخص می‌کنه، انسان هویتی است با کرامت و شایسته احترام و هستی، یعنی هستی انسان یک هستی ارگانیک هست، یک هستی مکانیکی نیست که فقط تابع یک انگیزه‌های مکانیکی باشه که یک بازه مکانیکی داشته باشه. و مهمتر از همه اینها انسان‌ها فقط و فقط بر مبنای نفع شخصی عمل نمی‌کنند، چه بسا نفع شخصی یک مقدار محدودی از فعالیت‌های اونها باشه، بلکه این وجود ارگانیک یکی از شاخصه و ویژگی‌های خاصش این است که همه به هم وابسته هستند، همه به هم همبسته هستند و اگر این همبستگی رو ما از دست بدیم تمام پیکر این وجود ارگانیک از بین خواهد رفت. با این مقدمات اگه اجازه بدید حالا ما بیایم وارد مسئله سیاست بشیم.
بینم که ما چقدر وقت داریم. خب ببینیم اول سیاست یعنی چی؟ یعنی تعریف علمی سیاست چی؟ البته من باید عرض کنم من عالم علوم سیاسی نیستم و هیچ ادعایی هم در این مورد ندارم، اما اقتصاددان‌ها در مورد مسئله سیاست حرفای زیادی دارن که بزنن و اونچه که عرض می‌کنم همونطور که قبلا هم تاکید کردم بیشتر از دیدگاه اقتصادی هست نه از دیدگاه علوم سیاسی. به طور کلی اقتصاددان‌ها سیاست رو به عنوان علمی برای تصمیم‌گیری جمعی در نظر می‌گیرن، یعنی یک معنی عام آن در حقیقت فرایند تصمیم‌گیری جمعی است. به چه مقصدی؟ برای ایجاد رفاه و کامیابی در اجتماع. پس نفس کلمه سیاست یک معنای مثبتی داره، یک معنای با ارزشی داره. چگونه ما میایم تصمیم جمعی بگیریم برای اینکه جامعه به کامیابی برسه؟ خب سوال اولی که اینجا مطرح میشه این است که به محض اینکه یک جامعه تشکیل میشه این رفاه و کامیابی اون جامعه رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ اصلا چی هست این رفاه و کامیابی؟ بدون اینکه باز دوباره وارد به جزئیات و بحث فنی در این مورد بشم، در حقیقت میشه گفت که رفاه یک جامعه با ارضاء نیازهای مادی و نیازهای اجتماعی اون جامعه رابطه مستقیم داره. یعنی جامعه میشه گفت در رفاه اجتماعی هست که نیازهای مادی افراد اون جامعه و نیازهای اجتماعی اونها مورد توجه قرار بگیره. اما نیازهای مادی در حقیقت همون تولیدات اقتصادی هستن که شما یک سری کالاها رو تقاضا میکنید، تولید کننده میره و این کالاها رو تولید میکنه و در بازار اقتصادی در بازارهای خصوصی رد و بدل میشه و شما میرید اینا رو میخرید، اونها تولید میکنن و غیره. اما مضاف بر این نیازهای خصوصی ما به یک سری کالاهایی هم نیاز داریم به نام کالاهای عمومی که در اقتصاد بهش میگن پابلیک گودز. این کالاهای عمومی مثل فرض کنید پلیس، مثل ارتش، مثل پارک های عمومی که در شهرها میبینیم، مثل بیمه اجتماعی، مثل واکسیناسیون که برای بهداشت عمومی مصرف میشه و خیلی حفاظت محیط زیست، قوانینی که برای نظم در اجتماع هست. اینها شاید بشه گفت که یک نوع خدماتی است، بهش میگن خدمات اجتماعی و یک نهاد حکومت وظیفش این هست که این نوع کالاها رو تولید بکنه. حالا دولت میاد چیکار میکنه؟ دولت میاد این کالاها رو تولید میکنه و قوانینی هم برای نظارت بر این تولید اجرا میکنه، مثلا قوانین مالیاتی، قوانین توزیع که چگونه درآمد از کسانی که کم پر درآمد هستن به کم درآمد برسه و خیلی مسائل دیگه برای حفاظت مسائل کالاهای مصرفی و غیره. حالا نکته مهم این است که ما به چه صورت تصمیم بگیریم، یعنی اون تصمیم جمعی که عرض کردم این است که شهروندان یک جامعه به چه صورت تصمیم میگیرن که چه نوع کالای عمومی داشته باشن. مثلا چه مقدار تعلیم و تربیت لازم هست برای یک کشور؟ چند تا دانشگاه بسازیم؟ چرا؟ چون دانشگاه یک کالای عمومی است. شما اگر دانشگاه‌های ایالتی یا دانشگاه دولتی رو در نظر بگیرید نمیتونن کسی رو در اون دانشگاه راه ندن، البته یک ضوابطی دارن، ولی مثلا به خاطر رنگ پوستش یا باورهاش در هیچ کشور متمدن کنونی نمی‌بینیم که بگن شما به خاطر اینکه این نوع باور رو دارید حق ورود در دانشگاه رو ندارید. ممکنه بگن که باید نمراتتون در این حد باشه که البته یک چیز طبیعی است، ولی جمعاً این کالاهای طبیعی تا چه حد باید تولید بشن؟ اینها از همون تصمیمات اجتماعی است که باید گرفته بشه. منتها یکی از ویژگی‌های این کالاهای اجتماعی این است که همه نمیتونن بیان نظر بدن، یعنی چون یک پارک هست در یک شهر، مثلا ممکن تصور بفرمایید که در یک پارک ما چند تا در یک شهر چند تا پارک درست بکنیم، دو تا، سه تا، پنج تا، یکی. خب برای اینکه این تصمیم گرفته بشه
تعریف دموکراسی هم شاید به یک اعتبار در حقیقت همین باشه، ما میایم این تصمیم رو تفویض میکنیم به نمایندگانی که اونها رو انتخاب میکنیم که برن این تصمیمات رو بگیرن. در نتیجه تا به حال تعریف سیاست این میشه که یک نوع تصمیم گیری جمعی از طرف نمایندگانی که اینها انتخاب میشن که بیان این خدمات اجتماعی رو تهیه بکنن برای کامیابی اجتماعی، برای اینکه این اجتماع بتونه به رفاه اجتماعی برسه. تا به حال که همه چیز خوب هست و این دقیقاً اون سیاستی است که جامعه بهائی در اون شرکت کرده، همیشه هم شرکت خواهد کرد. یکی از اهداف آیین بهائی به طور مشخص در سازمان ملل، همکاران من که هستن، توسعه اقتصادی و اجتماعی است. الان در جامعه جهانی بهائی بیش از 600 پروژه اقتصادی و اجتماعی ما در اون دخیل هستیم، از تعلیم و تربیت اطفال گرفته، علل خصوص کودکان دختر، تا مسائل محیط زیست، تا تعلیم و تربیت در سنهای بالاتر، تا بانکداری در حد خیلی کوچیک، مایکرو فایننس، خیلی خیلی از پروژه هایی که الان ما درش دخیل هستیم. اما دو تئوری اقتصادی وجود داره در مورد این. یک تئوری که به تئوری پابلیک اینترست تئوری مشهور هست، یعنی تئوری منافع عمومی. اقتصاددان ها میگن که این در حقیقت این تئوری از ارسطو سرچشمه میگیره که هدف از سیاست و هدف از حکومت این است که به رفاه و کامیابی اجتماع رسیدگی بکنه. اما یک تئوری جدیدی که البته خیلی هم جدید نیست، ولی اقتصاددان ها در حقیقت از سالهای 1940-1950 به اون پرداختن، خیلی جالب هست این چیز رو که عرض میکنم از دیدگاه اقتصادی، بهش میگن که Public Choice Theory، یعنی تئوری گزینه عمومی، یا اسم دیگرش هست Special Interest Theory، یعنی نظریه منافع خصوصی. حالا اقتصاددان ها چطوری به این رسیدن؟ گفتن که ما که قبلا هویت انسان رو مشخص کرده بودیم که انسان یک موجود خودمحور هست، یک موجود خودمرکز هست که تمام کاراش برای نفع شخصی خودش هست، و وقتی که ما در سیاست میایم افرادی رو انتخاب میکنیم که نماینده ما باشن، مگر همین انسان نیستن؟ حالا ما چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که یک انسان در بازار یک هویت داشته باشه، ولی وقتی که میاد وارد عرصه سیاست میشه یک دفعه این عاشق ملت و دولت و هم یک دفعه تمام اوضاع روانیش عوض بشه و بخواد به مردم خدمت بکنه؟ توجه میفرمایید نکته کجاست؟ یعنی اقتصاددان ها در حقیقت یک عدم تناسب، یک ناسازگاری اینجا مشاهده میکنن و میگن که اتفاقا همون انسان اقتصادی، همون هومو اکونومیکوسی که هدفش در زندگی حد اکثر رساندن منافع خودش بود، حالا میاد میشه انسان سیاسی و همون انسان سیاسی هم باز منافع خودشو در نظر میگیره و برای ارضای منافع سیاسیش که اقدام میکنه. و این یک نظریه بسیار وسیع رو دامن زده که اتفاقا من میخوام یه مقدار وقت صرف کنم و ویژگی های این نظریه رو خدمتون عرض بکنم، به جهت اینکه سه اقتصاددان بزرگ که در این مورد خیلی زیاد نوشتن، البته تعداد کسانی که در این مورد نظریه دادن و کتاب چاپ کردن، مقاله نوشتن، بسیار بسیار زیاد هست. مثلا در یکی از کتابی که ما ازش استفاده میکنیم برای تدریس، آقای میولر ایشون اومده این تئوری رو به طور خیلی وسیع در 29 فصل در این کتاب تقریبا 600 صفحه نوشته و کتاب شناسی این، یعنی مآخذی که ذکر کرده، من به طور تقریبی که شمردم حدودا 1800 مقاله و کتاب چاپ شده در این مورد، فقط در این مورد هست. یعنی یک واقعا عرصه وسیع است از تئوری که الان مورد نظر هست. سه نفر از این اقتصاددان ها که آمارتیا سن، جیمز بیوکنن
و گری بکر، اینها هر سه جایزه نوبل اقتصاد رو در 15 سال اخیر به خودشون دادن. ببخشید بیوکنن نبود و آقای کنیت ارو بود که عرض کنم. این سه نفر اقتصاددان که در این مورد نوشتهای بسیار بسیاری زدن جایزه نوبل رو بردن و در این نظریه شرکت کردن. چیزی که میخوام از این نتیجه بگیرم، این تعبیر دوم از سیاست جاییست که بهائی‌ها در اون دخالت نخواهند کرد. حالا بیایم یکم ویژگی های این تئوری منافع خصوصی رو با هم مرور کنیم. البته با وقتی که بنده دارم نمیتونم خیلی وارد این بشم، فقط میخوام یک شمه یا یک نمونه از این رو خدمتون عرض بکنم. اصل اولش این است که هویت انسان همون هویت اقتصادیشه. انسان سیاسی با انسان اقتصادی از نظر انگیزه و هدف هیچ فرقی نمیکنه. انگیزه ها به حد اکثر رسوندن منافع خودشون هست برای اینکه اینها خودمحور هستن. انگیزه دوم، هم انسان اقتصادی و هم انسان سیاسی انسان های رقابت جوی هستن. انسان هایی هستن که در حقیقت فعالیتشون بر مبنای رقابت است. کلید واژه این ادبیاتی که ما در اقتصاد و سیاست می‌بینیم رقابت هست. یک اصل دیگری که به طور ضمنی مطرح میشه این است که برای رسیدن به اون هدف از هر وسیله‌ای میشه استفاده کرد. یعنی اون هدف انواع و اقسام وسایل رو توجیه میکنه، در حقیقت همون تئوری ماکیاولی که مطمئناً آگاه هستید. و در حقیقت اون تصمیم گیری جمعی برای ایجاد کالاهای عمومی که من خدمتتون عرض کردم مبدل میشه به یک تصمیم گیری استراتژیک برای اینکه به منافع خصوصی گروه‌ها یا گروهک‌های کوچکی رسیدگی بشه. با چه هزینه‌ای؟ با هزینه از دست دادن منافع عمومی. این تمام این چیزی که بنده عرض کردم دارم یک خلاصه یک ادبیات خیلی وسیع رو خدمتتون میگم. برای هر کدوم از اینها چندین مقاله نوشته شده که من سعی میکنم که فقط به طور واقعا با مرور سری عرض بکنم. حالا ما از همون مرحله انتخابات در سیاست شروع بکنیم و بالا بریم، ببینیم که این فرایند پابلیک چویس تیوری، نظریه تصمیم گیری عمومی، به چه صورت پیش میاد. ببینید همه آگاه هستیم که برای هر کمپین انتخاباتی چه مقدار پول خرج میشه. یعنی هزینه هایی که الان صرف کمپین های انتخاباتی میشه از ریاست جمهوری گرفته که واقعا شاید به بیش از صدها هزار میلیون دلار میرسه که الان قوانینی دارن وضع میکنن برای اینکه چگونه این رو محدود بکنن. این همه پولی که جمع میشه فقط برای اینکه یک نفر انتخاب بشه به ریاست جمهوری. این البته در آمریکا است، ولی اینو در جاهای دیگه هم میبینیم. کمپین فایننس ریفورم، این حتما شنیدید. این فقط محدود به ریاست جمهوری هم نیست، برای اعضای کنگره، برای فرمانداری ها، برای سنای ایالتی، برای تمام جاها ما ببینیم که برای هر کمپینی حداقل چند میلیون، ده میلیون، چه بسا ده ها میلیون خرج این میشه که وارد این کارزار انتخاباتی بشن. خب هدف این کمپین ها چیه؟ یعنی چرا اون فرد داره این همه پول جمع میکنه؟ به چه علت؟ خب علتش البته این است که میخواد اون نامزد مورد نظر میخواد که خط مشی سیاسی خودش یا سیاست خودش رو به دیگران بشناسونه که به اون رأی بدن. و در این اسنا البته قول و قرارهایی هم میده که من این کارو خواهم کرد، اون کارو خواهم کرد و این به جلو میره. البته شما خودتون انشالله قضاوت خواهید کرد که این قول و قرارهایی که داده میشه یا واقعا بعداً به مرحله اجرا در میاد یا نه، و حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم. سوالی که در این مرحله مورد توجه هست، با پیشفرضی که داشتیم که انسان ها خودمحور هستن و برای منافع خودشون کار میکنن، کسانی که این مبالغ هنگفت رو به نامزدهای انتخاباتی میپردازن توقعشون چیه؟ انتظارشون چیه؟ چرا یک نفر میاد مثلا 10 میلیون دلار یه دفعه به یک کاندید ریاست جمهوری میده یا به یک کاندید سنا میده؟ جوابش نظریه است به نام نظریه اکسس، یعنی دسترسی.
به طور خلاصه این نظریه میگه که اینایی که میان این مبالغ هنگفت رو در اختیار کاندیدها میگذارن، این کار رو میکنن که وقتی اون کاندید برنده شد بتونن بهش دسترسی داشته باشن. دسترسی برای چی؟ برای اینکه بیان و از اون بخوان که قوانینی وضع بکنه که به نفع اون مرد، به نفع فردی باشه که اون هزینه ها رو پرداخت کرده. و در حقیقت این باز به همون نفع شخصی این رو داره تشدید میکنه. به عبارت دیگه مسئله این نظریه گزینه عمومی که عرض کردم از دیدگاه اقتصاددان ها با بازار هیچ فرقی نمیکنه. شما میرید بازار، کالای رو خرید میکنید، پولی رو میدید و اون کالا رو تحویل میگیرید. سیاست هم میشه یک نوع بازار دیگه، بازار سیاسی، که در این بازار سیاسی کالایی که رد و بدل میشه میشه خدمات سیاسی. کسی که میره اینو میخره کسی است که پول داره، کسی است که قدرت خرید این خدمات سیاسی رو داره، و کسی که میفروشه میاد اون رو بر مبنای منافع شخصی خودش این کارو میکنه. البته من اینجا یه پرانتز باید باز بکنم، این نظریه که خدمتتون عرض میکنم هیچ وقت ادعا نمیکنه که همه سیاستمدارها اینطوری هستن، بلکه داره میگه که ما یک چنین واقعیت‌هایی رو داریم مشاهده می‌کنیم. همون واقعیت‌هایی رو که عرض کردم از فکر ما نشأت می‌گیره، از فکر ما به وجود میاد. حالا من چند مرحله دیگه‌ش هم عرض بکنم. خود این بعد از اینکه وارد مرحله رأی‌گیری میشیم از انتخابات، اون سیاستمدار بر چه مبنا میاد یک خط مشی رو انتخاب بکنه؟ یک تئوری دیگری هست که در علم اقتصاد و سیاست میگن که میدین ووتر تیورم، یعنی قضیه ریاضی رای دهنده میانگین هست، که این رو اقتصاددانانی مثل هوتلینگ و داونز در حقیقت مطرح کردن، که میگه که کاندیدهایی که میان وارد این کارزار سیاسی میشن، میان این موضوع رو نگاه میکنن، موضوع اقتصادی، سوژه های اقتصادی، خط مشی های اقتصادی رو نگاه میکنن، من میخوان ببینن که کدوم سوژه هست که بیشتر از همه رأی میاره، و بعد میان اون رو در کمپین خودشون استفاده میکنن. تئوری پابلیک اینترست یا منافع عمومی رو نمیگه ها، اون تئوری میگه که اول یک نماینده میاد ببینه که چه خط مشی هایی برای منافع عمومی مردم کارا هست، کارآمدیش بیشتر هست، و من برای این که به اون اعتقاد دارم یا فکر میکنم برای جامعه خوب هست، میخوام بیام و انتخاب بشم که اون رو برگزار بکنم. این نظریه درست عکس اونو میگه، میگه که برای این که من بیام انتخاب بشم، میام ببینم کدوم مردم چی میخوان، یعنی چیزی هست که مردم بیشتر ترجیح میدن، من از اون استفاده میکنم که بهش برسم. البته این یک چیز بدیهی است، همه اتفاقا بعضشون هم نمیاد که یک چنین چیزی باشه. منتها این نظریه میگه که اون نامزدی که میاد میخواد رأی بگیره، میاد از میان خط مشهای مختلف اون خط مش رو انتخاب میکنه که بیشتر از همه از اون رأی بگیره. حالا من برای این که خسته نباشید میخوام یک مثال بزنم که این بیشتر روشن بشه که اصلا این یعنی چی. مثال من در مورد یک ساحل هست که فکر میکنم تعداد زیادی از شما شاید مایل میبودید که به ساحل میرفتید به جای که به حرفای بنده گوش بدید. این مسائل، شما یک ساحلی رو در نظر بگیرید مثلا به طول 500 متر، و تصور بکنید که در یک روز گرم تابستانی مردم میخوان برن تفریح در این ساحل، یک روز رو بگذرونن، و در این مسجد دو تا بستنی فروش هستن که میخوان از این موقعیت استفاده کنن و بیان در این ساحل بستنی بفروشن. سوالی که برای این بستنی فروش ها پیش میاد این است که ما توی این ساحل 500 متری کجا کاسبیمون رو راه بندازیم، یعنی بریم مثلا در اقصا نقاط طرف چپ ساحل باشیم، طرف راست باشیم، وسط باشیم، کجا باشیم؟ بر چه مبنایی این دو تا بستنی فروش تصمیم میگیرن که یخچال خودشون رو یا هر چیزی که دارن بگذارن که بستنیشون رو بفروشن؟ این تصمیم بستگی به این داره که میخوان منافع کی رو در نظر بگیرن.
این تئوری ریاضی اومده نشون داده که مثلا اگر که هدفشون این باشه که منافع مشتری ها رو به حد اکثر برسونن، حالا این منافع رو چطوری تعریف میکنیم خودش یک بحث جدا است. حالا تصور کنید که مثلا منفعت یک فرد به این در این مثال به خصوص اینطور تعریف میشه که یک فرد چقدر باید راه بره تا به اون بستنی فروش برسه. مثلا اگر من تصمیم بگیرم که بستنیامو طرف دست راست قرار بدم ولی همه طرف دست چپ هستن، خب اگه کسی میخواد بستنی بخره باید تمام راه بیاد 500 متر که بستنی بخره، خب این یک هزینه براشون داره. بعضی دیگه ممکنه اصلا بگن ما عطای بستنی رو به لغاش بخشیم نمیخوایم، در نتیجه باید خودشو بیاره نزدیک. سوال اینجاست که این دوتا بستنی فروش کجا میان بستنیاشون رو بگذارن که بفروشن که مسافتی که هر مشتری داره طی میکنه که به اون برسه به حداقل برسه. محاسبات ریاضی نشون میده که این رو باید 1/4 فاصله از اقصا نقاط این طول ساحل بگذارن، یعنی در حقیقت به فاصله 125 متری از هر طرف. اگر یکیشون اون ور باشه یکی این باشه، میزان مسافتی رو که هر که مشتری ها مصرف کننده ها بخوان طی بکنن این به حد اقل میرسه. اما اگر این هدف رو برداریم، فرض کنید اینها میخوان با هم رقابت بکنن، اون وقت دیگه این از بین میره، این مکان گزینی، این بهش میگن spatial modeling، یعنی تئوری مکان گزینی است که مکان رو کجا بگذاریم. اگر بخوان با هم رقابت بکنن و منافع خودشون رو به حد اکثر برسونن، این تئوری نشون میده که هر دوشون میرن درست اون وسط ساحل، چون میخوان به هم نزدیک باشن با هم رقابت بکنن. و به عبارت دیگه ما طبق این که میخوایم چه هدفی رو بهش برسیم این معادله تغییر میکنه. خب اینو مثال رو زدم که یک مقدار این مسئله توضیح داده بشه. حالا ما بیایم این رو از عرصه بازار بریم به عرصه سیاست، یعنی به جای ساحل ما میایم وارد فضای سیاسی میشیم. به جای بستنی فروش فرض کنید دو تا نامزد انتخاباتی هستن که چه به جای که بستنی بفروشن دارن خدمات سیاسی میفروشن. مثلا اینکه میاد میگن که ما میخوایم مالیات رو بالا ببریم، ترجمه میکنید اون کالایی که میخوان بفروشن این است که ما قول میدیم که مالیات رو برای خدمات اجتماعی مفصل یا زیادی بالا ببریم. بعد سوال اینجاست که خیلی خوب چقدر بالا ببریم؟ 5%، 10%؟ اینا این مقدار مالیاتی رو که میخوان بالا ببرن میخوان ببینن که کی از همه بیشتر رای میده. مثلا اگر دیدن بیشتر کسانی که میخوان رای بدن آدمای ثروتمند هستن، خب میگن ما 5% بالا میبریم، چون فرد ثروتمند نمیخواد که مالیاتش خیلی بالا بره. اما اگر که بیشتر رای دهنده آدمای فقیری باشن و اینها دارن مالیات رو بالا میبرن علل خصوص برای طبقه مرفه، خب ممکنه تعداد خیلی زیادی از طبقه تهیدست بیاد و رای بهشون بده. در نتیجه یک سیاستمدار میاد مکان خودش رو در این طیف سیاسی مشخص میکنه که کجا بساط سیاسی خودش رو بگذاره که حد اکثر رأی رو بیاره. ببینید ما الان چقدر داریم از اون منافع عمومی دور میشیم. اینجاست که جامعه بهائی در این نوع سیاست ها دخالت نخواهد کرد. خب برسیم به این که حالا با توجه به اینکه یک چنین فرایندی در انتخابات وجود داره، میبینیم که اتفاقا این نامزدهای سیاسی موقعیتشون همینطور عوض میشه در اینکه در چه مرحله از انتخابات هستن. مثلا وقتی که یک کاندید سیاسی داره خودشو معرفی میکنه که اصلا وارد انتخابات بشه، یک سری حرفای خیلی خیلی انقلابی و خوب میزنه، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، بعد میاد وارد مرحله اول میشه. مثلا در آمریکا پرایمری، وقتی که توی خود حزبشون، یعنی انتخابات درون حزبی هست، مثلا حزب دموکرات وقتی به اونجا میرسه این حرفای افراطی کمتر میشه و میگه مثلا من مالیات رو 20% میبرم بالا، چون دموکرات ها میخوان که مالیات بیشتر بالا بره که خدمات اجتماعی برسه. یعنی وقتی که دارن بین خود کاندیدهای حزب دموکرات رای گیری میکنن، این باز میاد به اون رای دهنده میانگین ناظر هست که ببینه اونها چه کسانی هستن. و بعد وقتی که از اونجا انتخاب شد و وارد عرصه کلی شد و همه دارن رأی میدن، این داره با حزب رقیبش رقابت میکنه، یه دفعه باز موقعیت سیاسیش عوض میشه و میاد به رأی دهنده میانگینی که از تمام اجتماع
داره رأی میده متوسط میشه، ببینید که اونا چی میخوان. در نتیجه شما یک کاندید رو نگاه میکنید، میبینید که در طی رأی گیری سیاسی از چند مرحله میگذره و رأی عوض میشه. و سوال اینجاست که اگر که منافع عمومی یک نوع منفعت هست، چطور هست که این کاندیدا همش رأیشون عوض میکنن؟ و در ثانی وقتی که مرحله آخر میرسیم، یه دفعه میبینید که شما بین کاندید حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال زیاد تفاوتی نیست، خیلی به هم نزدیکن، یعنی این همون دو تا بستنی فروشی که اومدن بغل دست هم نشستن. به هر حال این یکی از اون تئوری هایی است که همونطور که عرض کردم از شواخص اون نظریه گزینش عمومی هست. حالا مسئله خیلی پیچیده در میشه. حالا اومدیم و به جای اینکه ما در مورد یک مقوله اجتماعی بخوایم رأی بدیم، حالا شاید مجبور شیم در مورد چند مقوله اجتماعی رأی بدیم، مثلا هم در مورد مالیات، هم در مورد بودجه دولت، هم در مورد روابط بین الملل. اون وقتی که اصلا پیچیدگی کار اونقدر میشه که به هیچ وجه نشون دادن این اقتصاددانا که پاسخ نداره. حالا من دیگه اون قسمتشو وارد نمیشم. و به جهت اینکه وقت من هم کم هست، فقط من یک لیستی رو خدمتون عرض میکنم از مراحلی که سیاسیون واردش میشن برای اینکه بالاخره یکی از این خدمات سیاسی ارائه بشه. همونطور که اول عرض کردم، یکیش اکسس هست، دسترسی هست، یک نظریه، یک فرضیه است به نام لاگ رولینگ، یعنی همکاری متقابل، که حتما شنیدید در بعضی از جریانهای انتخاباتی یک مثلا عضو کنگره میاد به همکارش میگه من میخوام تو به این رأی بدی، و برای اینکه من موافقت تو رو بگیرم که به این رأی بدی، منم میام به این قانونی که تو دوست داری رأی میدم. یعنی من و همکاران من یک میایم به اون چیزی که شما میخواید رأی میدیم، در قبال اون شما هم بیا به چیزی که ما میخوایم رأی بده. حالا هر دوی اینها خودشون طی مراحل و قدم‌های گذشته با افراد گروهک‌هایی یا اون پولیتیکال اکشن کمیتی و کسانی دیگه بودن که میخوان اتفاقا همین‌ها رأی بشه و به عموم مردم اصلا کاری ندارن. یک تئوری دیگری هست به نام کپتیو تئوری آف رگولیشن، یعنی بهترین ترجمه‌ای که من براش پیدا کردم تئوری اسارت در نظارت هست. بسیار وسیع است، بنده خودم این رو درس میدادم در یک زمانی. رانتخاری که حتما شنیدید، و اینها هیچ کدومش غیر قانونی نیست، در ضمن همش قانونی هست در آمریکا لااقل و در کشورهای دموکراسی. یعنی کسانی که برای رانتخاری، رنت سیکینگ بیهیویر، اینها میرن و از دولت میخوان که یک سری قوانین رو بگذارن. حالا اگر موارد غیر قانونی هم به این اضافه کنیم، از رشوه خواری و فسادهای متفاوت دیگه، قول و قرارهایی که به هم میدن، اون دیگه اصلا ما رو از مرحله خارج میکنه. چیزی که میخواستم عرض کنم این است که اقتصاددانها در این موارد خیلی تحقیقات زیادی کردن، و این سیاست سیاستی است که بر مبنای رقابت، بر مبنای اختلاف، بر مبنای این طراحی شده که ما برای اینکه به هدف خودمون برسیم، و اون هدف جلب منافع گروه خاصی هست، از منافع عمومی صرف نظر می‌کنیم. تنها طریقی که ما بتونیم با یک پدیده مواجه بشیم این است که خودمون رو در این بازی شرکت ندیم. عزیزان من، یعنی میگیم بازی که بر مبنای این قوانین ریخته شده که هویت اصلی انسان، اون هویتی که مارکس در موردش میگفت از خود بیگانگی، اون چیزی که در ادیان مختلف میگن که انسان طلسم اعظم هست، انسان شأن و مقامش خیلی خیلی فراتر از اون است که ما میریم، اینها همه قربانی میشه. ما در این عرصه وارد نخواهیم شد، چون عاقبت اون برای این که شما بخواید از یک گروه طرفداری کنید باید بر ضد گروه دیگری باشید، اگر بخواید از یک حزب طرفداری کنید باید بر ضد حزب دیگری باشید. هدف آیین بهائی ایجاد اتحاد هست بین احزاب مختلف، بین افراد مختلف، کشورهای مختلف، دول مختلف. هیچ وقت آیین بهائی نمیاد یک گروه رو انتخاب بکنه به که تقصیر شماست و شما راست میگید شما دروغ میگید. وقتی که مسئله به جنگ میکشه، مسئله به تخاصم، به تحزب، مسئله به کشمکش های سیاسی در مناقشات سیاسی میشه، جامعه بهائی در اون دخالت نمیکنه. ولی هر جا
صحبت از منافع عمومی باشه، صحبت از ساختن اجتماع به صورت رفاه، ایجاد رفاه ملی و عمومی برای همه باشه، بهائیان نشون دادن در تاریخ کوتاه حضور خودشون که هم شرکت میکنن، هم همکاری میکنن و هم حاضرن در این راه جون خودشون هم فدا بکنن. من شاید نصف عرایض دیگم مونده که نشون بدم جامعه بهائی به چه صورت، یعنی روش جامعه بهائی در رسیدن به این اهداف چی هست، ولی چون وقتم مثل این که تموم شده، این رو اجازه بدید به در میز گرد هم میتونیم مطرح بکنیم با کمال پوزش. من که خوابم نبرد، انشالله که شما هم خوابتون نبرده باشه. یک دنیا ممنون از مدتتون.